سر و سامان دادن به بازار مسکن، به خصوص مشاوران املاک، روی میز شورای عالی مسکن. موضوع ساماندهی مشاورین املاک رو هم از وزیر راه و وزیر کشور ما امروز پیگیری کردیم. تا این لحظه در مرحله اول حدود 106 مشاور املاکی که غیر مجاز فعالیت می کردند در استان تهران و زنجان هم پلمب شدند. باید مجوز داشته باشه. بدون مجوز نمیتونن فعالیت کنن. این مصوبه جلسه قبلی بود دیگه. باید به دوستان وزارت شهرسازی اعلام بکنن، اونایی که مجوز ندارن لیستشون رو معلوم بشه، یا بسته بشن یا برن مجوز بگیرن. اعضای وزیر الان پیگیری میکنیم. دیگه غیر مجازا رو اعلام بکنن دیگه بسته میشه دیگه انشالله. خیلی از مشاورین املاک، خوبی هستن، با رعایت انصاف کارشون دارن انجام میدن. برخی هم متاسفانه رعایت نکردن به خاطر اینکه مدیریت استانداره و فرماندارا در وزارت کشوره و این پروژه فرابخشیه. بالاخره ما میخوایم یک بازار بزرگی به نام بازار مسکن ساماندهی کنیم. تسری در نوسازی بافتهای فرسوده و البته شتاب گرفتن اعطای تسهیلات به طرحهای ساخت مسکن هم از دیگر محورهای امروز بود که تعدادی از مدیران بانکی بدون پاسخ رفتند و برخی هم ماندند. بعضی بانک‌ها زارن سخت میگیرن برای ضمانت. ملک در واقع به عنوان وجه الضمان در واقع در نظر گرفته میشه، گرفتاری در این مورد به هیچ عنوان وجود نداره. منتها توی بخشی از اینها مثل مسکن 99 ساله که میبایست پرداختی های در واقع کسی که متقاضی ساخت مسکن هست بیاد صورت بگیره، طبیعتاً برای فراهم آوردن بخشی از مستنداتشون یا واریز وجودشون یه مقداری زمان بر میشه. 85000 میلیارد تومان قرار داد، 69200 میلیارد تومانشو به پروژه ها پرداخت نقدی داشتیم. سوداشون همون 23% همچنان قرار شد که 18% بشه، منتها تفاوت 5% رو باید از یه محلی پیش بینی بکنن. یعنی هنوز 18% این نشده ولی در مصوبه قبلی بود. حالا انشالله دیگه بستگی داره محلشو بگن از کجا هست. خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، نهاد ریاست جمهوری.